بخون کې مهربان خدای په نامه قدر من لیدونکو سلام آغاز روز خبرونه ده تر لاسو بجو پوری دوام لري زه او زما همکاران به تاسو په چوپړ کې اوسو په دې هیله چې د خبرونې تر پای پورې له موږ سره اوسئ په دغه خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې له بیلابیلو میلمنو سره بحث لرو د اوس لپاره هم ما سره په سټوډیو کې عبدالله یوسفي د چاپیریال ساتنې کارپوه دی دوی به د چاپیریال د ساتنې په اړه او دا چې د وري په میاشت کې هر کال نیالګي کینول کېږي اما د ساتنې په برخه کې خلک تر نه هڅول کېږي چې دا باید وساتل شي او دا چې څومره دغه نیالګي او د چاپیریال د په ساتنه کې او د هوا په د ککړتیا په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي دا هغه پوښتنې دي چې له هغه یوسفي سره به یې شریکې کړم دا څه خره لاس وایي مننه د تاسو نه مننه ښاغلی یوسفي په سر کې که لنډه اشاره وکړئ دې ته چې د نیالګیو کینول څومره په چاپیریال باندې اغیز کولی شي در گام نخست عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بیننده عزیز تلویزیون آریانا نیوز. فضای سبز و غرس نهال یکی از بخش‌های عمده محیط زیست است که در کنار از اینکه باعث پاک شدن آلودگی هوا میشه یک محیط سبز و گوارا را برای ما هدیه میکنه که محیط سبز از لحاظ روانشناسی میتونه افسردگی را کاهش بده باعث تقویت حافظه شود ببینید در جایی که ما زندگی میکنیم در کشوری که ما زندگی میکنیم مملو از جنگ و جنجال و عالمی از کارهایی است که ما را وادار به این میکنه که بهش فکر بکنیم بنان اگر ما لحظه فضای سبز داشته باشیم بریم برای تفریح و از لذت ببریم نه تنها افسردگی ما را کاهش میده بلکه از لحاظ روانی و حافظه ما را تقویه میکنه از طرف دیگه نهال فواید خیلی زیاد داره که ما چند تاشه به عنوان نمونه یاد میکنم معمولا کشور ما در فصل بهار شامل بارندگی هایی است که میشه باز سیلابا را در پی داشته باشه نهال میتونه از افزایش سیلاب و فرسایش خاک جلوگیری بکنه نهال میتونه از آلودگی صوتی کاهش بده آلودگی صوتی را که اگر ما یک دیوار سیمتری از نهال یا درخت داشته باشیم میتونه 4 الا 6 دسیبل میزان آلودگی صدا را کاهش بده که خودش خیلی مؤثر است در کاهش آلودگی صوتی از طرف دیگه اینا تولید اکسیژن میکنن مونوکسید کاربن یا کاربن جذب میکنن و مشکل عمده دیگه که شهر کابل گریبانگیری از او است ذرات معلق است که نهالا در جذب ذرات معلق هم خیلی مفید هستند که میتونن ذرات معلق یا ذرات خرد و ریز خاک و گرد و غبار و حتی دود وسایط هم جذب بکنن بخواد در واسه پر حال یوسفی پا کابل که چمره دقا موهی چه منگ و تصفه پکشوان که او در جوان لپاره مناسب دی؟ فعلا از لحاظ محیط زیستی فعلا یک دستگاه تثبیت کیفیت هوا وجود داره که فعلا ارقامی در چند ماه اخیر نداده اما به صورت قیاسی ارقامی که قبلا ارائه شده براتون بگم که شاید در حالت فعلی آلودگی هوا 120 میلی مایکرون متر مکعب هوا یا 120 باشه که 120 میلی مایکرون ذرات معلق در هر متر مکعب هوا برای افرادی که تکلیف قلبی دارن و برای افرادی که مسن هستن ضرر داره برای سایر افراد نه اگر این میزان از 150 بالا میشه باز برای سایر افراد خطرناک است که در فصل سرما یا فصل زمستان این میزان جدا از 150 بالا رفته بود اگر ما 100 داشته باشیم میزان آلودگی را برای سایر افراد خوب است یک هوای بسیار گوارا و مناسب نیست اما ضرر هم که نداره فعلا اگر 120 باشه برای افرادی که تکلیف دارن مضر است. به حال یوسفی در هوا د ککړتیا لاملونه چې دی ډیری کوم لاملونه د دې سبب کیږي چې هوا ککړه شي. ما خوشبختانه بگم متاسفانه بگم کشور صنعتی نیستیم که از لحاظ دود فابریکای ما آلوده باشه. ما بزرگترین مشکل ما ورود تیل بی کیفیت است، خامه بودن جاده ها است. گشت و گذار وسایط کهنه و دودزا هست و انباشته شدن زباله ها هست در کوچه و پس کوچه های شهر کابل که شما 65 الی 70 فیصد سایه غیر کابل غیر پلانی است که در اینجا خدمات شهرداری تطبیق نمیشه خدمات شهری تطبیق نمیشه زباله انتقال پیدا نمیکنه
و در 30% یا 25% هم که پلانی است، حتی فعلا شهرداری یا شهرواله کابل قادر به انتقال زباله اونجا هم مکمل نیست. این حال یوسف بده مانا چه د زباله دنه یوشتون هم د هوا د ککړتیا کې رول لوبولای شي؟ دقیقا شما ببینین زمانی که کارمندای شهرداری میان لوش و گل لای از جوشه ها میکشن کنار جوشه، بعد از 3-4 روز خشک میشه، دوباره انتشار پیدا میکنه به هوا که جدا خطرناک است. زمانی که بارندگی میشه از دامنه های تپای شهر کابل، اینا کثافات مندازن و او آب میاره از سر جاده ها که خیلی خطرناک است برای صحت مردم ما. اینا مدیریت نشدن. اگر شهرداری که در چند نایه ای کار شده تیمای را ایجاد بکنه که از فامیلا پول بگیرن زباله را انتقال بدن از ساعتی که غیر پلانی است، اگر اونجا واسطه کلان رفتن نمیتونه یا موتر کلان رفتن نمیتونه، حداقل یک زرنج که میتونه بره. پس با تطبیق پلان میشه از انباشته شدن بیش از حد زباله جلوگیری شوه. از طرف دیگه اگر دستگاه های تثبیت کیفیت تیل در بنادر وجود داشته باشه که داره بدن، اکثرا قاچاق میان که از ورود تیل به کیفیت جلوگیری شود. از طرف دیگه مشکل کلان خامه بودن جاده ها و پس کوچه هاست. اگر ما بریم به طرف اسفالت جاده ها و یا سمنت پس کوچه ها یا اسفالت پس کوچه ها، من یقین دارم که آلودگی به میزان خیلی بالا کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه در فصل سرما سوخت های فسیلی خیلی جنجال آفرین است که شامل چوب میشه، زغال میشه. اگر دولت یک راه بدیل مناسب برای سوخت فسیلی داشته باشه که میشه فعلا از گاز استفاده بکنن که آلودگی کمتر داره نسبت به زغال و چوب، و او زمان تحقق پیدا میکنه که یعنی رایانه ها در نظر گرفته شود، تخفیف در نظر گرفته شود. اگر فعلا یک لیتر گاز 50 افغانی است و یک کیلو گاز 50 افغانی است، این قیمتش بیارن به 30 افغانی یا 25 افغانی که فامیلای غریبی ما بتونن از زمستان استفاده بکنن. و اکثرا وسایط هم فعلا گازی شده که متاسفانه در بخش گازی سازی یک سری مشکلات وجود داره که میاری نیست. چند تا واسطه هم انفجار کرد و بالونایی که نصب شده بود فعلا او مشکل آفرین شده. و در کشورهای پیشرفته بحث گازی سازی وسایط یکی از بحث های تازه و عمده است که میتونه از آلودگی که اکثرا وسایط باعث انتشارش میشه. یعنی که واقعا دغت مدیریت شتون ولری مو کولای شو د گازی سازی شو تصویر په اکثر و هیوادونو که شتون لري په افغانستان که دغه په سم ډول باندې تطبیق کړو. یکی در کشورهای دیگه بس گازی سازی از زمان تولید موتر میشه که موتر زمانی که تولید میشه موتر گازی است، با سیستم گازی تولید میشه که این خطرش کمتر است. اما در افغانستان زمانی که بس گازی سازی مطرح شد چند تا شرکت های آمدن که نسبتا میاری بودن، خطرش کمتر بود. بعدا زمانی که بازار رونق پیدا میکنه از هر گوشه و کنار غیر قانونی وارد بازار میشه شرکت هایی که میخوان گازی سازی بکنن که بعدا مشکلاتی را به بار آورد. و اینا هم بخش گازی سازی که فعلا کشور همسایه ما ایران و پاکستان را دارن و به خصوص ایران بیشتر، خطری آنچنانی نداره. البته شرکت هایی که میاری آمدن در بخش کار میکنن در افغانستان هم وجود داره. ما مشخص نمیفهم چند تا شرکت میاری ثبت و راجستر شده و چند تا غیر میاری آمده این کار را انجام میده. خب فعلا این مشکل به بار آورده و تضمین وجود نداره که چقدر کار درست میده. به خاطر پروسه فعلا ناکام است. چند تا کار بزرگ که ما گفتم، اگر ما شهر سبز داشته باشیم، جاده های اسفالت شده داشته باشیم، از آمدن زباله و کثافات به جاده های مرکزی جلوگیری شود و زباله انتقال پیدا بکنه، جدا آلودگی شهر کابل قابل کنترل است. دیدی امکان همشته چی هوا هم ککړه شی لدی هم زیاته؟ دقیقا آنچه که من اینجا میبینم، یک لحظه اگر آنچه که باعث آلودگی میشه و چطور ما میتونیم کاهش بدیم فکر کنین خیلی ناچیز است. اما اگر مقایسه بکنین به توجه دولت در این بخش و کشورهای دیگه که چقسم کار میکنن در بخش محیط زیستشان، جدا قابل نگرانی است. متاسفانه یک دو سال سه سالی که من در اداره محیط زیست قبلا کار میکردم، ما دو سال بودجه برای چاپ اوراق تبلیغاتی ما که مصرف خیلی ناچیز داشت نداشتیم. پول برای نشر اسپات های تلویزیونی و پیام های محیط زیستی نه از طریق تلویزیون ها نه از طریق رادیو نداشتیم که فعلا هم ندارن. ما امیدوار هستم دولت در این راستا توجه جدی بکنن، چرا که
محیط زیست به مسابه یا محیط حالوده به مسابه دشمن خاموش است که جان هزاران تن میگیرد اینجا و بدتر از حملات انتحاری است در کشور ما، در شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان. ما امیدوار هستم که دولت در این راستا توجه جدی بکنه. آلودگی چیزی است که باز اگر اینا اطراف خانه‌های خود اثار میکشند دیگه آلودگی اثار نمیشناسه، جدا اطفالشان و خودشان مصاب میسازه. خصوصا خانه یوسفی، اما ما وقتلم دغه پختنه وکم چې د هوا په ککړتیا سره څومره د ناروغي یو سبب کیږي، چې ناروغي ډیریږي. د ستوني درد یو له هغه عواملو دی چې اکثره کسان په دغه د هوا د ککړتیا له امله په دې باندې اخته دي. څومره د ناروغي لامل کیږي او هر کال کې په اټکلیز توګه وایي څومره خلک لمنځه تللی شي؟ یک بار یک ارقام از شهر کابل دادن که سالانه 300 تن گفتن، او ارقام ناچیز است. ارقامی که من میشه قیاسی بگم ساعت ها اعلان کرده بودم اون تعداد 300 تن گفته بود و این خیلی اندک است. ما در چند زمستان اخیر که آلودگی بحران آفرین شد و سر و صدا را ایجاد کرد، زمانی که میدیدم که در هر شفاخانه میرفتین امراض طرق تنفسی شامل امراض قلبی، گلوندردی، چشم دردی به مراتب بیشتر بود. شما زمانی که میبینین افرادی که بیشتر سرطان میشن، اگر ما در مرض آلودگی هوا بیشتر قرار بگیریم با این سرطان هم شده میتونه. یعنی فعلا عملات که بالای افراد مسن صورت میگیره یا حمله قلبی میشه، شما ببینید در اکثر موارد در اثر سکته قلبی عمتان ما جان خود دست میتن و این خیلی ناچیز و نادیده میگیرن. اینا اکثرا عامل آلودگی هوا بوده میتونه که اینا باعث حمله قلبی و برهم خوردن سیستم تنفسی و طرق تنفسی شیش قلبی ها شده میتونه که امیدوار هستم و ای برای اطفال ما که مکتب میرن از ایباد برای اینا مضر هستن و توصیه میست که حداقل اطفال زمانی که از کنار جاده های عمومی عبور میکنن باید ماسک داشته باشن که قدر از آلودگی کاهش پیدا بکنه و اونا مصاب به امراض گوناگون نشن. اما این بسنده نیست. ما امیدوار هستم دولت توجه جدی بکنه. بازم به تاکید میگم که اگر توجه نشه افراد زیادی از این بابت تلف خواهد شد. به حال یوسفی در ژمی په موسم که چې خوشبختانه خلاص شو لاړو، ولی د هوا حالت ډیر خرابیږي، هوا ککړتیا ډیر سبب کیږي، دا د کورنیو مسؤلیت هم نه دی چې څه شی باید وسوځوي، هغه څه چې باید هوا د ککړتیا سبب شي له هغه څخه استفاده ونه کړي. ما چند کتگوری افراد در زمستان میشه تقسیم بکنیم. یکی افرادی که اقتصاد خوبتر دارن از گاز و برق استفاده میکنن، اینا خیلی اندکن. اکثر افرادی که اینجا زندگی میکنه، باشنده های شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان، افراد بی بضاعت هستند که اینا بدن ترجیح میتن از زغال استفاده بکنن که زغال جدا دودزا و باعث آلودگی جدی هوا میشه. از طرف دیگر فامیلای را ما داشتیم که توان خرید زغال هم نداشت. اینا میرفتن کاغذ، توته های تایر اینا را جمع میکردن میسوختادن که این خیلی فاجعه بار است برای آلودگی هوا شهر کابل و شهرهای دیگه افغانستان. معمولا افزایش آلودگی هوا در فصل سرما سوختای فسیلی بود. از طرف دیگه شما میبینین که بخاری های بسیار معیاری زغال سوز وارد بازار میشه. اگر دولت میخواه یا اداره محیط زیست یا بخشای مسئول که آلودگی بخشایی که مسئولیت دارن آلودگی کاهش پیدا بکنه، اینا تکسی بالای این بخاری ها وضع بکنن و رای بدیل بیشتر بخاری گازی را ترجیح بدن که وارد بازار شوند. که آمدن این بخاری های معیاری زغال سوز هم باعث شده که تعداد بیشتر از افرادی که زندگی میکنن علاقه بگیرن که از بخاری زغالی استفاده بکنن و جدا اگر او قدری از آلودگی فضای داخل خانه کاهش میده، جدا فضای بیرون همسایه ما و کنار ما را آلوده میسازه و او دودی که دوباره انتشار پیدا میکنه میتونه به اولی خود ما یا به خانه خود ما بیه که این ضرر داره. یعنی برای شهروندا و برای همتانای ما توصیه میست که قطعا زغال مفید نیست برای خودشان، برای اطفالشان. سالانه بیشتر از 7 میلیون تن در جهان در اثر آلودگی هوا جان خود از دست میدن که این دامنگیر تمام کشورهای است که مثلا در کنار ما هستن، همسایه ما هستن. کشور چین آلوده ترین کشورهای دنیا است، هند به مو شکل،
پاکستان و ایران. اینا ما از آلودگی چند تا کشوری همسایه هم متاثر هستیم. اگر در این بخش مطابق کنوانسیون های بین المللی توجه صورت بگیره، افغانستان میتونه پولی انگفتی را از این کشورها بابت کوم هیوادونه دی چه د چاپیریال اغیزه په افغانستان باندې هم دیم دغه نګدی هیوادونه پاکستان او ایران دغه هیوادونه دی. دقیق اینه که خو آلودگی مرز نمیشناسه دیگه، که کشورهایی که ما نزدیک هستیم با ایش همسایه هستیم، پاکستان آلوده است صنعتی است، ایران آلوده است صنعتی است، چین به مراتب آلوده است صنعتی است و هند همچنان. ما میتونیم از اینا به خاطر تولید دی اکسید کربن بیشترشان که فضای ما را آلوده میکنه پول بگیریم و در بخش محیط زیست اینجا به خاطر پاک ساختن محیط زیست و کاهش دی اکسید کربن و سایر آلودگی ها کار بکنیم، که متاسفانه در این بخش هم ظرفیت آنچنانی وجود نداره که پول جذب بکنه و مصرف بکنه. اگر ما از این پولا یا کمک های بین المللی در بخش محیط زیست استفاده بهینه و خوب بکنیم، در دراز مدت میتونیم محیط پاک داشته باشیم. حال یوسفی د کابل پاره موویل د ولایت او د کابل په پرتله د ولایت او د هوا وضعیت سره ول دی شاید لدیزه څخه د ولایت بهتر وي، ځکه چې دلته نفوس هم ډیر دی او هر څه ولایتونه خلک دلته ډیر غلي دي. دقیقا آلودگی ولایت نسبت به کابل کمتر است، روی چند دلیل. تردد وسایط کمتر است، بعضن سیستم اما آب روها نسبت به کابل بهتر ساخته شده، در چند تا ولایتی که ما دیدیم بهتر ساخته شده. تراکم نفوس کم است، بعد کابل نیست و خدمات شهری هم تا جای نسبت به کابل چون نفوس کم است صاحب مشخص است بهتر انجام میشه. ما به گونه مثال مزار نمیگم که پاکتر است، قندوز میگم. شما ببینید در 50 یا 100 متری یک زباله‌دانی اونجا گذاشته شده و اگر مقایسه بکنین با کابل، اینجا شما یک قوطی زباله را بگیرین حداقل 20 دقیقه پیاده برین یک تا زباله‌دانی نمیافین. زمانی که ما از فرهنگ شهرنشینی میگیم، از هموطنهای ما گله میکنیم، باید از نهادهای دولتی هم بگیم که خود در فاصله 20 کیلومتر یک تا زباله‌دانی را نمیگذاری. پس یک شهروند ما چقدر حوصله داشته باشه که یک زباله را یا قوطی یا پلاستیکی به دست داره حداقل نیم ساعت بگرده گیر یک جای زباله‌دانی باشه بندازه. این هم باعث میشه که یک تعداد شهروندها بدون مسئولیت بندازن برای جاده. اما ما توصیم جدن این نیست که بندازن سر سرک، مسئولیت پذیر باشن. اگر دولت ما در راستا توجه نمیکنه خودشان توجه بکنن، چون بس تأثیر بالای همه از بالای حکومت و دولت نیست که اینا مسئولیت پذیر نباشن. اما خدمات قطعا قابل مقایسه در بس و موارد نیست، به این اساس ولایت نسبت به مرکز پاکتر. یعنی به حال یوسفی تسوی خدمات ولایت و تدیر ورکل شوی مرکز تا کم یاده چه ند نفوس به آقا بندی دلتا همه خدمات کی گی خودلتا نفوس دیر دی؟ دقیقا خدمات دونیست که بر ولایت بیشتر داده شده باشد، چون اونجا نفوس کم است. از یک طرف شما ببینین فضای سبز ولایت نسبت به کابل بیشتر است، اینجا همه ساحه مسکونی است. در اونجا سایه که مسکونی است، در کنار از او سایه سبز داره. شما زمانی میبینین یک فامیل زندگی میکنه، حداقل یک جریب نیم جریب یا 10-20 یا 5-20 زمینی را برای فضای سبز داره. اینجا هم چو چیزی وجود نداره. اگر ما بلند منزلای را که میبینیم اینجا ساخته شده، مطابق قانون باید اینا فضای سبز داشته باشن که اورم در اینجا وجود نداره. بنان خدماتی تو نیست که برای ولایت بیشتر باشه، یکسان است، چون ولایت جنگ است. به نفوذ شهر کابل با گذشت هر روز افزوده میشه. اینجا سایه غیر پلانی نسبت به ولایت به مراتب بیشتر است و اما طبیعت شهر کابل بگونه است که شما میبینید تپه ها معمولا زباله ها از تپه ها، آلودگی از تپه ها که چون اونجا نفوذ زندگی میکنه، فامیل ها هستن، انتقال پیدا میکنه. اگر ما در دراز مدت، چون معمولا تپه های شهر کابل یا کوه شهر کابل باید برای فضای سبز اختصاص داده شود، و یک امیدواری که امسال ایجاد کرده است که اینا در سالهای قبل ما در وسط گلدان های سرک ها غرس نهال شاید بودیم، امسال بیشتر کوشش کردند که کمربند سبز شهر کابل تقویه بکنند و در این فصل 20,000 اصله نهال به خاطر کمربند سبز در دامانه های تپه تلویزیون، شهر دروازه، قصبه و جایی که فعلا حداقل غصب نشده توسط زورمندا غرس شده، و 125,000 اصله نهال هم قبلا در فصل زمستان غرس شده، که این امیدواری را بیشتر میکنه که ما
میریم آستایسته به طرف داشتن کمربندی سبز و فضای سبز بیشتر. و سالهای قبل معمولا ارقام دقیق من نمیتونم بگم حدود 1 میلیون اصل نهال غرس میشید در سر کابل، که امسال این ارقام به 2 میلیون اعلان کردن، که اگر ما این روند داشته باشیم و در کنار از این فرهنگ حفاظت از نهال تقویه پیدا بکنه، نه که ما به گونه بیم در فصل عمل یا اول سال نهال غرس بکنیم، توسط چند رسانه کمپاین بکنیم برای خود که ما فعالیت موسسی داشتیم، بعدا در قسمت حفاظت و مراقبتش توجه نکنیم نتیجه نمیده. اگر در قسمت مراقبت و حفظ نهالات توجه صورت بگیره، من یقین دارم که ما فضای سبزی بیشتر را در آینده خواهد داشت. طاهر یوسفی، د خلکو رول تاسو سره ول ارزوی، خلک هم باید دلته رول ولوبوي، کنه نه یوازې د دولت مسئولیت دی. دقیقا، کشورهایی که سبز شدن مردم مسئولیت پذیر بودن. دولت نمیتونه، باز دولتی که ما داریم متکی به کمک های خارجی، دولتی که به پای خود استاده نیست، نمیتونه در تمام امور رسیدگی بکنه. ما تنها بخش محیط زیست نمیگم، در سایر بخش ها، در بخش های امنیتی باید شهروندای ما همکاری با دولت داشته باشند، در بخش محیط زیست همچنان. اگر مایی که در یک جای غیر پلانی زندگی میکنیم توقع داشته باشیم که خدمات شهری بیا اونجا خدمات عرضه بکنه، این منطقی نیست. چرا امو فامیلایی که اونجا زندگی میکنن خودشان اقدام نمیکنن امو پس کوچه‌ای که زندگی میکنن اسفالت بکنن، امو پس کوچه‌ای که اینا زباله را میندازن 100 افغانی بپردازن برای یک کس انتقال بکنه به زباله‌دانی. این کاری است که شهرمنده خودش میتونه بکنه. چرا ما در اولی که زندگی میکنیم چند اصلا نهال غرس نکنیم و از مو فضای سبز داخل اولی ما لذت نبریم؟ چرا در کوچه ای که زندگی میکنیم چند اصلا نهال غرس نکنیم و از او حفاظت و مراقبت نکنیم؟ پس اگر ما تلاش بکنیم برای سبز ساختن محیطمان، دیگه اونجا حرف اول مردم میگن نه دولت، و در سایر جامعه که پاک شدن حرف اول مردم میگن. این مردم مسئولیت پذیر هستن، در مجموع شهروندان مسئولیت پذیر هستند، نه سران حکومت. مننه که ولت هستنم. تاسنم مننه. لت هستنم. قدر من لیدون که عبدالله یوسفی در چاپیل ستنی کارپول مزر پا سیریو کی و در چاپیل در هوا در کرتیا در مخنیوی در لارو چار و پاره المزر باس و خبریتری وکری. لدوی چخا ایوان را مننه که و بیا هم قدر من لیدون که نصرت الله ابراهیمی در آریانا نیوز در کندوز خبری المزر در تلفون پلیکه که دوی در تخار لور تراواندی او در خواجه بهاودین در ولسوالی پاره چی ویلکی در سقوط به حالت که المونگ سره با بحث و خبریت تری ولری. نصرت سلام دی بتاسم. سلام به شما و تمام بیننده های آریانا نیوز. بله، قسمی که شما هم در جریان هستین، امشب طالبان مسلح حمله تهاجمی را از سه استقامت بالای ولسوالی خواجه بهاودین ولایت تخار را اندازه کردن که درگیری به شدت تا ساعت های 5 بامداد ادامه داشت و همکنون به گفته فرمانده پلیس ولایت تخار حمله تهاجمی طالبا عقب زده شده و طالبان از نزدیکه های ولسوالی عقب زده شدن و در نتیجه حمله 4 نفر نیروهای امنیتی مجروح شدن و 3 نفر طالب کشته شده و 4 نفر دیگر هم از طالبا مجروح شدن. و در قراری که تماس هایی که با باشندگان محل ولسوالی خواجه بهاودین ما داشتیم، باشندگان محل گفتند که این ولسوالی یک بار نیمه شب به دست طالبان افتاد، اما این گفته ها را مسئولین محلی ولایت تخار تایید نمیکنند. میگن که در نتیجه تبادل آتش و درگیری های دوامداری که از 12 شب تا 5 بامداد امروز ادامه داشته، ساختمانی ولسوالی و ساختمانی مدیریت ولسوالی حریق شده و تلفاتی هم به نیروهای به مردم ملکی نرسیده در درگیری ها و فعلا وضعیت به گونه عادی برگشته و طالبان از اطراف ولسوالی خواجه بهاودین، از سوهای ولسوالی خواجه بهاودین به طرف ولسوالی در قدم رواری شدند. حال نصرت، لومړی سر نه هم د ولسوالۍ د امنیتي ګواښونو سره مخامخ و، کنه دا یو له امنو ولسوالۍ و، کنه د نورو ولسوالیو په شان د ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي بهاودین؟ بله، ولسوالۍ خواجه بهاودین ولایت تخار از ولسوالۍ نسبتا امن، اما چون که ولسوالۍ یعنی قلعه، ولسوالۍ در قصد که بخش هایش زیر اداره طالبان قرار داشت و طالبان مسلح در زمستان امسال توانسته بودند که
چندین روستای ولسوالی خواجه‌بهاءالدین در اداره در بیارن و عملیات های را به هدف آزادسازی ولسوالی ها را اندازه شده بود، چون نتیجه خوب بدون نتیجه این عملیات ها به پایان رسید. طالبان دوباره حمله گسترده را برای مرکز ولسوالی خواجه‌بهاءالدین را اندازه کردن که به مردم ملکی خواستیم نرسیده و فعلا به گفته مسئولان محلی وضعیت در ساحه خوبتر است و هیچ مشکل نیست، درگیری هم توقف گرفته. خاله نصرت، وړاندې تر دې د تخار امنیتي مسؤلینو د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کړي وو، اوس څه ډول دی دغه امنیتي تدابیر؟ تر کومه کچه پورې د تخار د امنیتي وضعیت لپاره بسنه کوي؟ بله، پیش از این مسئولین محلی تدابیر امنیتی به خاطر سپری کردن مردم که مله و تفریح در سال نو می رفتن به مردم دعوت کرده بودند که ما از آمادگی های خوبی به خاطر بهار پیش رو به آمادگی گرفتیم، اما ناهنگام به گفته مسئولان محلی که شماری از طالبان مسلح که شمارشان هم کمتر از 20 نفر بوده، بالای ساختمان ولسوالی و همچنان مدیریت امنیت و قماندانی امنیت حمله تهاجمی کردن که نیروهای کمکی هم همکنون به محل رسیدن و به گفته مسئولین محلی ولایت تخار فعلا درگیری توقف یافته و طالبان از اطراف شهر بیرون رفتن و نیروهای کمکی هم از مرکز در حال رفتن هستند و قسمتی از نیروهای کمکی به محل رسیدن و درگیری توقف یافته. تا هنوز هم به گفته مسئولان امنیتی عملیات را اندازه نکنن که طالبانی که در بخش های ولسوالی خواجه‌بهاءالدین هستند این بخش ها را از اداره طالبان مسلح آزاد بکنن. حالی ابراهیمی، غواړم یو پوښتنه بیا تکرار کړم، دغه ولسوالی له وړاندې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وه، کنه له کومې ورځې راهیسې دغه ولسوالی د امنیتي ګواښونو سره مخ و، او آیا امنیتي مسؤولینو په دې اړه څه ویلي وو، کنه امنیتي تدابیر ورته نیول شوی وو، کنه؟ بله، قسمی که قبلا هم گفتم ولسوالی خواجه‌بهاءالدین با ولسوالی ینگ قلعه و ولسوالی درقد ولایت تخار همجوار است که ولسوالی ها از پیش بخش های زیادی ولسوالی هایی را که یاد کردم زیر اداره طالبان قرار داشت و نیروهای امنیتی هم در سال نو در با آمدن سال 96 به مردم تخار و به مردم ولسوالی ها تعهد داده بودند که ما آمادگی ها و تدابیری تمامی را به خاطر امنیت بهتر مردم روی دست گرفتیم و مردم میتونن که نوروز را در فصل در فضای خوبی سپری بکنند. اما تهدیدی از حمله گسترده طالبان این ولسوالی هرگز نمیرفت، با وجودی که چندین بار ولسوالی های ینگ قلعه و ولسوالی درقد در سال گذشته سقوط کرده بود، این ولسوالی با وجودی که چندین روز کمتر از 10 روز زیر اداره طالبان بود، از مرکز ولسوالی خواجه‌بهاءالدین طالبان مرکزشان دورتر بود و هیچ تهدیدی وجود نداشت و امشب هم ناهنگام طالبان مسلح بالای ولسوالی حمله میکنند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه میشوند و دوباره فعلا تمام بخش‌های نزدیک 10 کیلومتری دورتر از مرکز ولسوالی هم در کنترل نیروهای امنیت قرار داره. خالی ابراهیمی، که چیرم دغه وضعیت دوام ولري او دغه ولسوالی د خواجه‌بهاءالدین امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او امنیتي تدابیر هم ورته ونه نیول شي، کومې نورې ولسوالۍ د امنیتي ګواښونو سره مخامخ کولای شي؟ نږدې کوم ولسوالۍ له دې سره پرتې دي او کومې سیمې دي؟ بله، ولسوالی خواجه‌بهاءالدین از ولسوالی های مواره کوکچه است که ولسوالی های مواره کوکچه در برگرنده 7 ولسوالی است که اگر حکومت توجه خوبتر نکنه و اگر نتونه که ولسوالی در قد و ینگ قلعه و خواجه‌بهاءالدین از تهدید طالبان مسلح بیرون نبیاره، احتمال با سقوط ولسوالی خواجه‌بهاءالدین احتمال سقوط ولسوالی چاب، ولسوالی دشت قلعه، ولسوالی رستاخ، ولسوالی خواجه‌غار تخار که هم جوار هستند، احتمال سقوط ولسوالی ها با بدتر شدن اوضاع امنیتی با گرم شدن هوا میره و این مسئله را چندین بار شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی ها و فعالان مدنی ولایت تخار در این زمینه نگرانی های جدی داشتن و از حکومت مرکزی خواستند که باید هر زودتر عملیات گسترده پیش از آمدن فصل تابستان در این ولسوالی ها را اندازی شود که را اندازی یک عملیاتی نیمه ای را اندازه شد که نتیجه خوبی هم در پی نداشت و بدون نتیجه بعد از 30 روز عملیات ها پایان یافت و تا هنوز در مورد را اندازه عملیات های گسترده هم مسئولان محلی چیزی به رسانه ها نگفتند.
خاله ابراهیمی د تخار د شکمش ولسوالۍ په اړه هم که موږ ته جزئیات راکړئ، داسې ویل کېږي چې هغه هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی او امنیتي وضعیت یې ښه نه دی. ستاسو تازه رپوټونه په دې اړه څه دي؟ بله، ولسوالۍ شکمش ولایت تخار هم در جنوب غرب ولایت تخار قرار داره که هممرز است به ولسوالۍ بورکی ولایت بغلان و ولسوالۍ خان‌آباد ولایت قندوز، که ولسوالۍ هم در زمستان پیش رو گواه تهدیدات گسترده بود و طالبان مسلح چندین بار بالای بخش‌های ولسوالۍ حمله را انجام دادند و فعلا تنها حمله ای که بالای ولسوالۍ های تخار ادامه داره بالای ولسوالۍ خواجه بهاءالدین است و ولسوالۍ اشکمش. فعلا قرار معلوماتی که ما با مسئولان محلی در مورد امنیتی مکمل ولایت تخار داشتیم در مورد وضع امنیتی ولسوالۍ اشکمش بهبود رو به بهبود است، گفتن ما هیچ تهدیدی از حمله طالبان در ولسوالۍ نداره و نیروی کافی به خاطر دست هر نوع حمله گفتن در ولسوالۍ های ولایت تخار که مورد تهدید قرار داره ما در اونجا جابجا شده و مستقر شده و هیچ تهدیدی در مورد حمله طالبان در ولسوالۍ ها وجود نداره گفتن. خاله ابراهیمی، د نوی تعلیمي کال په اړه که موږ ته ووایئ، په یو شمېر ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ګواښونه هم موجود دي، په لرو پرتو ولسوالیو کې البته څومره هغه زده کوونکي چې ښوونځیو ته دي دوی له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او د دوی په روحیه باندې څومره اغېز کولی شي چې دوی د ښوونځیو له ورتګ څخه ډډه وکړي؟ با معذرت، سوال تا نگرفته نتونستم. د نوی تعلیمی کال په اړه مالک وایي په هغه سیمو کې چې به ښوونځي شتون لري او امنیتي ګواښونه هم شته دي، هلته د زده کوونکي په څه ډاډه زړه باندې کولی شي چې ښوونځیو ته تګ راتګ وکړي او که نه د هغوی په روحیه باندې هم اغېز کولی شي دغه امنیتي وضعیت؟ بله، وضع امنیتی چې در ولایت تخار است در مورد وضع امنیتي تا حال به هیڅ مکتبی مسدود نشده و قسمی که قرار است که فردا زنگ مکتب در ولایتش مزاقی زده شود. در ولایت قندوز تهدیداتی از مشکلات رفت و آمد مردم به طرف دانش آموزا و به طرف مکاتب وجود دارد و در تخار قرار صحبت هایی که ما با مسئولین معارف ولایت تخار داشتیم هیچ مکتبی در هیچ ساحه ولایت تخار مورد تهدید رفت آمد دانش آموزا تا هنوز صورت نگرفته و به گفته این مسئولان معارف تمام مکاتب داری دانش آموزا باز است و هیچ مشکلی به خاطر رفت آمد دانش آموزا و آموزگاران به مکاتب وجود نداره. ابراهیمی، د خلکو د اندیښنو په اړه هم په دغه ولسوالیو کې موږ ته ووایه تاسو چې رپورټونه چمتو کوئ، د خلکو اندیښنې څه دي، دوی له دولت څخه څه غواړي او همدارنګه که ووایئ هغه خدمات چې وړاندې دوی ته وړاندې کېدل آیا په هماغه خدمات اوس هم دي او که نه د امنیتي وضعیت په کړکېچن کېدو سره په دغه ولسوالیو کې هغه خدمات چې وړاندې دوی ته وړاندې کېدل هغه هم بند شوي دي؟ بله، امنیت از مرکز تخار که تا مرکز ولسوالی ها را مکمل ساها و در طرف طالبان مسلح است، اما روستاها و نقاط دوردست ولسوالی ها که هم جوار است با مثلا با کشورهای همسایه و همچنان ولایت های هم جوار ولایت تخار، او ساها زیر تهدید طالبان قرار دارد که مردم هم از این ناحیه بسیار نگران بودن و قبلا هم این را به مسئولین خواسته بودن که از مسئولین حکومتی مرکزی که باید که تدابیر خوبتر را به خاطر بهبود امنیت ولسوالی ها بگیرن و نگرانی ها به وجود داره، اما نیروهای امنیتی که مستقر هستند در تخار، مسئولین محلی ولایت تخار همواره به مردم می را میگن که طالبان مسلح به خاطر اوشپرک و به خاطر نگرانی ساختن مردم حملاتی را راه اندازی میکنن و توانی از را ندارن که با نیروهای امنیتی مقابله کنن و نیروهای امنیتی همواره در برابر طالبان مسلح استادگی کردن و هیچ وقت نمیگذارن که طالبان به این چیشان برسن که مردم را نگران بسازن و مردم از تاهات و قریه هایشان بجا بکنن. یوان ریمانه نکولت هستنه نصرت الله ابراهیمی د کندوز خبریال و چې د تخار ولایت خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د سقوط په اړه چې داسې ګنګوسې وي چې ګواکې دغه ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېدلې ده او بېرته هم افغان ځواکونو نیولې ده. دوی ویل چې امنیتي مسؤولین دغه مسئله ردوي چې دغه ولسوالۍ اصلا سقوط نه دی کړی، خو جګړه پکې روانه وه او اوس هم وضعیت په سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او همدارنګه د یو شمېر نورو ولسوالیو او د نوي تعلیمي کال په اړه یې هم موږ ته جزئیات راکړه. مننه کوله دوی څخه.
اوس هم قدرمن لیدونکو تاسو راوولم زموږ همکار د 1995 کال د سی سی پی خو پاړه ځانګړي ریپورت چمتو کړی لیدو ته تاسو راوولم. به نام خدا و عرض سلام به این بخش برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. دوم حمل مصادف می شد به روز جشن دهقان. از این روز در کابل، در بادامباغ کابل همچنان تجلیل صورت گرفت. در این روز دهاقین حضور به هم رسانده بودند با شماری از مقامات حکومتی. در ضمن یک نمایشگاه سه روزه همچنان در بادامباغ کابل برگزار شد و در این نمایشگاه بیشتر از تولیدات داخلی غرفه های متعدد گذاشته شده بود و مردم به گونه گسترده حضور به هم رساندند و خواستار از این بودند تا از تولیدات داخلی دیدن کرده و خریداری بکنند. در ضمن مشخصا خواست های دهاقین در این روز چه بوده؟ تا کنون رسیدگی هایی که صورت گرفته، از جمله موارده که خود دهاقین به آن اشاره کردن چه ها بوده و گزینه های پیشنهادی کشاورزان در کشور چه هاست و چقدر سهولت ها نزدشان تا کنون مهیا شده است. در همین موارد بحث میکنیم با اسلم حجاب، مسئول بخش خبرهای اقتصادی آریانا نیوز. آقای حجاب سلام و اول بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر در مورد همین نمایشگاه بگوین، مشخصا چه زمانی آغاز شده بود و به چه تعداد از غرفه های از تولیدات داخلی در این نمایشگاه گذاشته شده؟ مننه، سلام تاسو ته او د آریانا نیوز قدرمن لیدونکو ته. شعیب جان، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د دهقان جشن هم و اولته یو د کورنیو زراعتي محصولاتو، لاسي صنایعو او بیلابیلو کرنیزو تولیداتو یو نندارتون هم جوړ شو چې په دغه نندارتون کې نږدې 280 غرفې وې. دغه غرفې د هیواد له بیلابیلو برخو نه بزګرو، باغلرونکو، صنعتکارو، نارینه او ښځینه او کورنیو کمپنیو، دا ټولو پکې خپل د تولیداتو بیلګې یا نمونې راوړې وې او نندارې ته یې ایښې وې. د کرنې او مالداري وزارت د مسؤلینو په وینا د دغه نندارتونونو څخه یو هدف دا ده چې د مختلفو ولایتونو بزګر، باغلرونکي، تولیدونکي هم له یو بل سره دلته وګوري او دغه نندارتون ته چې په کابل کې پرانستل کیږي ډیری کورنۍ بهرني سیلانیان هم راځي، سوداګرم راځي، تاجرانم راځي، تر څو له دې لارې نه دوی وکولی سي چې د کورنیو تولیداتو لپاره ښه مناسب مارکیټونه برابر کړي. په دغه موخه دغه درې ورځینی نندارتون پرانستل سوی و چې اوله ورځ یې هم ډیری، یعنی په زرګونو کسانو ته یې لیدنه کړې ده، او دوهمه ورځ او نن یې اخرنۍ ورځ ده. دا به معلومه سي چې نن څونه په مجموع کې له دې نندارتونه څونه کسانو لیدنه کړې، څونه پیر او پلور سوی ده پکې. او د بزګرو په دغه نندارتون کې چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو بزګر راغلي و، دوی په بیلابیلو برخو کې غوښتنې درلودلې. دوی یو شمېر یې ول چې هغوی د کرنیز نظام د موډرن کولو یا د نوي کولو غوښتنه یې کوله. د کرنې او مالدارۍ له وزارت نه یو شمېر یې د باغدارۍ په برخه کې د نوي سیستمونو د فعالیت غوښتنه یې کوله. د محصولاتو د راټولولو په برخه کې د کرنې او مالداري وزارت بعضی کارونه کړي دي. مثلا په انګورو کې یو شمیر بزګرو ته چې دغه امکانات برابر شوي دي هغوی خوښ وو، او یو شمیر نورو دا غوښتنه کوله چې مثلا د ممیزو یا د کشمشو د په نوي ډول سره پروسس کولو، جوړولو دغه سیستم غوښتنه یې کوله. یعنی هغه پروګرامونه چې دوی د یا د نمونې په توګه یا یې پلي کړي دي په بعضو ځایو کې د متوازن د توازن نه لري، او بزګر د دې غوښتونکي دي. نوي میتودونه او نوي پروګرامونه چې دوی پلي کړي، هغه باغونه چې مثلا کجریب و که دوه جریبه و چې مخکې یعنی درې منه انګور کوو، هغه
اوس ل سلويخت منو نه اصل زیات سوې ده د نوي مودرن سفر یا چيلي چې ورته وي هغه سیستمونه دوی په لار اچولي خو له بده مرغه بزګر لا هم د مارکیټ د نشټون نه سر ټکی تر اوسه پورې د استون ځای په جای باندې پاتې ده د کرنې او مالداري وزیر وي چې په پام کې لري په روان کال کې به هم د بزګرو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره د نړیوالو او د بیلابیلو هیوادونو په مرسته به ځینې پروګرامونه پلي کړي او هغه محصولات چې مثلا په کافي اندازه موږ په افغانستان کې ډیر لرو په دې وروستیو لسو کلونو کې که وګورو د باغداري په برخه کې کافي اندازه پرمختګ شوی ده مثلا د چرګانو د غوښو د اګیو په دې برخه کې نږدې د خصوصي سکتور لخوانه یعنی د حکومت له شراکت پرته 250 میلیونه ډالر په ارزښت پانګونه شوی ده چې تولید لري په ختیز ننګرهار او شمال ختیز ولایت بغلان کې د وریزو د پروسس او تولید 2.5 میلیونه جوړ شوی دي چې 14000 ټن خو په شاوخوا کې دوی تولید لري چې د ملي دفاع وزارت د تامینات او مرستيال په دغه جشن کې برخه درلودله غږی وکړ په بزګرو او د کرنیزو د څوک چې کرنیز فعالیتونه لري او تولید لري په دې برخه کې چې موږ حاضر یو په لتاس نه خریداري وکول دغه دوا د وریجو د تولید او پروسس له میلیونو نه دوی سره قراردادونه سوي د چرګانو په برخه کې قراردادونه سوي او لای هم ژمنه وکړه چې په شپږ نوي کال کې به دا لړۍ نور هم پراخ شي. تشکر. یک موضوع دیگر همچنان قابل یادآوری است این که قبلا بیشتر از کشاورزان در این مورد براز نگرانی میکردند که مارکت های مناسب به خاطر فروش محصولات زراعتیشان در کابل پایتخت یا در ولایت های دیگر افغانستان موجود نیست. در این مورد گزارش هایی که اخیرا شما تهیه کردین به ویژه در روز جشن دهقان مشخصا کشاورزان در این مورد چه گفتن و همچنان در مورد ترانسپورتیشنشان این که مسئولیت زراعتیشان از محلات دوردست افغانستان وارد پایتخت میشه واقعا با چقدر مشکلات روبرو هستن؟ دا دیر پر جای پختنه تاسی اکرده دقیقا یو اساسی ده مشکل پتوگ پاتی دی هاگه سیمه چه مثلا اوز ده زنزیروی فعالیتون روان دی ده طول سکتوری وزارتونو ترمز ده کلی و پراختیا وزارت وی هاگه ولایتون یا ولسوالی چه کرنیز برخه که دوی یعنی اقتصادی فعالیتون خیدی او مرکز تلاس رسه نلری وی اویا میلیون دلار سکل زنگری کری ترسو دیگی سرکونه لوی اولارو سرو نخلی او ترسو دوی انتقالات ونیسی ترسنگ بلا خبر داده که هاگه سیمه چه مثلا نتوانیگی چه دوی خپل مالون را ورسی بازارون تا پر وقت هاگوی ضرورت لری سردخونو یا سردخانو تا بس. چه پدی برخه که د کرنی و مالداری وزارت وی چه نجده لدریزر و دیر سرخونی یعنی د بزگران و د دیقانان و لپاره جوری سوی دی خود دیبانه هم انتقادون و نیوه که دادی و الکیگی چه دغه سرخونی دیره سم استفاده نکیگی د ملکان و دی و د رئیسان و دی و د وکیلان و لپاره تقسیم سوی دی دیر سرخون د میمان خانو پتوگه استفاده کیگی د دکانو پتوگه استفاده کیگی دا چه ده کرن و مالداری وزارت دغه بهیر نه څه ډول نظارت کی او دا خبره سونه ده د یو اندېښنې په توګه پاتې ده خو اړتیا سته ده چې باید هغه سیمو کې چې اقتصادي فعالیتونه دي کرنیز فعالیتونه لري د میوو د ساتنې لپاره باید سړخونه وسیږي ترڅنګ یو موضوع بلم غواړم اشاره وکم د پاکستان سره د روسیو مشکلاتو پر اساس یوازینی غذایی توکو که چې توپیر راغی نرخونه لوړ شول هغه د سبو او د تازه میوو په برخه کې وو چې دا خپله یو ډیر ټکان یې ورکړی د حکومت ته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یوه سارتخانه د یو د تاجر لخوا جوړیږي د شاوخوا د 15000 تونو تازه میوه د ساتنې ظرفیت لري چې اوس حکومت په پام کې لري چې تجارتي سردخانه هم جوړی سي او د کرنې مالداري وزیر خوستا یو سفر درلود په دې وروستیو کې چې هلته هم ژمنه کړي چې په خوست کې به داسې سردخانه جوړې کړي چې دغه ولایت به وتوانیږي چې د ټول افغانستان لپاره یعنی سبزي او ترکاري هم وساتي او هم یې برابره کړي دا چې دوی به کله وتوانیږي دا به وخت ځواب ورکړي خو دا یو ډیره مهمه خبره ده که چیرې موږ په کور دننه سردخانه درلودلی د موږ رومیان مثلا ترکاری، کچالو، پیاز، سابه، تازه میوی مثلا دا به نوی قیمت سوی مثلا منگا دا امکانات ولرو افغانستان اوس په کافی اندازه باندې انګور لري باید د ساتنې لپاره امکانات وسی په کافی اندازه باندې منگا منی لرو
باید ساتنې لپاره ورته سیستم برابر سی. په کافی اندازه باندې منګه زردالو لرو، دغه سیستمونه دي چې دا د حکومت له مسؤلیتونو نه دي، نه یوازې د حکومت کوي اندازه، حکومت مثلا ځمکه او د برېښنا ژمنه حکومت وکي، د افغانستان خصوصي سکتور ژمنده چې په دې برخه کې سرمایه‌ګذاری وکي او له دې بحران نه ملت او حکومت دواړه وباسي. تشکر، سپاسگزارم از حضورتون آقای اسلم حجاب، خبرنگار بخش اقتصادی آریانا نیوز. قربان. از شما همچنان سپاسگزارم که تاکنون برنامه آغاز روز را دنبال کردید. پس از وقفه کوتاه بیننده گزارش از تحولات سیاسی در سال 1395 که همکاران ما در زون غرب آماده کرده اند باشید. در سالی که گذشت حوزه غرب افغانستان دستخوش تغییرات و تحولات بود. از طرف هم باشندگان این حوزه شاهد افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی همانند سد سلما، خط آهن خواف هرات، بند کمالخان و بخش‌آباد بودند. اما ولایت‌های این حوزه در سال گذشته دور از چالش‌های امنیتی نبود. فراه تا آستانه سقوط پیش رفت. در بادغیس و غور هم وضعیت امنیتی خوشایند نبود. در مورد زنان هم وضعیت آنگونه خوب نبود که بتوان با سالهای گذشته مقایسه کرد. زنان در 5 ولایت حوزه غرب با خشونت‌های فجی روبرو شدند. در این برنامه گزارش‌های ویژه سالی که گذشت را با شما مرور می‌کنیم. ولایت‌های حوزه غرب کشور در سال 1395 دستخوش تحولات مهمی بود. افتتاح بند دوستی افغانستان هند با حضور مقام‌های بلندپایه دو کشور در هرات، آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی در نیمروز و فراه از مهمترین تحولات اقتصادی در این حوزه بود. از طرف دیگر حمله گسترده طالبان به شهر فراه، روند زنجیره‌ای ترورهای مسلحانه در هرات از جدی‌ترین موارد ناامنی در این ولایت‌ها خوانده شده است. در این گزارش ویژه مهمترین تحولات در حوزه غرب کشور برجسته شده است. هرات سال 95 را متفاوت از هر سال دیگر آغاز کرد. در ماه ثور این سال آرزوی شهروندان هرات سرانجام تحقق یافت و بند سلما که کاران از 40 سال بدین سو جریان داشت با حضور رئیس جمهور غنی و صدر اعظم هند افتتاح شد. بند دوستی افغانستان هند از مهمترین و اساسی ترین پروژه در افغانستان محسوب می شود. افغانستان رابطه دیرینه و دوامدار به هندوستان داشته و میلیون ها نقطه پیوند دارد. در سال 95 کار ساخت سرک کمربندی هرات یا بایپاس جریان داشت و سرانجام قرارداد ساخت و دیزاین سرک هرات چشت با هزینه مالی کشور ایتالیا به امضا رسید. مسئله دیگری که در هرات خبرساز شد، فساد اداری در نهادهای درآمدزا از جمله شهرداری، گمرک، مستوفیت و ترانسپورت بود. همچنان در سال 95 چند وزیر کابینه رئیس جمهور غنی از هرات دیدن کردند و مسئله‌ای که بیشتر از همه در این سفرها خبرساز شد وعده‌های بی‌عمل این وزیران کابینه بود. ترور و اختطاف باز هم در هرات قربانی گرفت. این ترورهای زنجیری که بیشتر هدف آن نیروهای دولتی و افراد سرشناس بود، سرانجام جان رئیس سارنوالی را گرفت. 40 دقیقه پیش با دان خانهش به کتفلکش می آمد، دان خانه ترور شده. نه کد بادا نجا با تمام ارگانایی که چیز کشفی و امنیتی و عوضی دوی خود آمر سمت همه جمعه گرفتیم. بعد از هرات، فرا در غرب افغانستان در سال 95 در صدر خبرهای ملی و بین المللی قرار داشت. در ماهای میان سال، صدها طالب مسلح از چندین جهت بالای شهر فرا حمله و توانستند تا ناحیه دوم شهر خود را برسانند، اما با اعزام نیروی کمکی طالبان شکست سختی خوردند و مجبور به فرار شدند. آنچه که بار دیگر این ولایت را در صدر اخبار قرار داد، اعتراض باشندگان فرا علیه والی این ولایت بود. معترضین در مقابل ساختمان والی برای حدود 20 روز دست به تحصن زدند، اما این اعتراض‌ها بدون نتیجه پایان یافت. همچنان در این سال کار عملی بند بخش‌آباد فرا که خواست اصلی مردم فرا بود رسما آغاز شد. بسیار جالب است، طالب در جایی که رفته نه مرغ مانده، نه برش گوسفندش مانده، نه پتویش مانده، بسیاری سامانه را برده، اکثریت صندوق‌ها را شکستنده. مردم از حق مسلم خود که امنیت است پیشگیری از فساد است او با سازی متوازن
در تمام ولایت های افغانستان امروز ما شاهد ازی هستیم که در ولایت فرا به مردم فرا هیچ خدمتی نشده. ولایت بادغیس در غرب افغانستان نیز پس از آنکه یک چرخبال ارتش ملی سقوط کرد و جنرال محی الدین قوری فرمانده ارتش ملی در غرب افغانستان جان خود را در این رویداد از دست داد، در صدر خبرهای جهان قرار گرفت. همچنان چندین رویداد خونین دیگر نیز در این ولایت رخ داد که بیشتر جان افراد ملکی را گرفت. ما از تمامیت ارضی افغانستان وجب وجب خاک وطن خود دفاع میکنیم. این جنگ جنگ موقتی خواهد بود پیش روی ما و به دشمنان ارضی وطن یک پیام دارم جناب لوی صاحب که زون غرب به گورستان از اینا تبدیل خواهد کردیم. ولایت نیمروز در سال 95 شاهد افتتاح و تعداد گذاری چندین پروژه مهم از جمله میدان هوایی بود. آنگونه که مقامات محلی در نیمروز میگویند بالا رفتن عواید گمرک یکی از دستاوردهای مهم آنها در این سال بود. و اما ولایت غور در سال 95 شاهد یک تراژدی بود. تیرباران شدن 30 غیر نظامی از سوی افراد منسوب به داعش در این ولایت بار دیگر غور را در صدر خبرهای جهان قرار داد. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی و رولا غنی برای غم‌شریکی به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور سفر کردند. این گروهی که سالها میشه مسئول قتل تمام جنایات و کشتار افراد ملکی و غیر ملکی در ولایت غور است، متاسفانه برای که جایشان مشخص است، افرادش مشخص است، سالها میشه جنایت میکنند، دولت تا هنوز کوچکترین اقدامی علیه اینا نکرد. در این سال چند رویداد دیگر نیز غور را تکان داد. به نکاح درآورده شدن یک دختر خردسال با یک تعویض نویس نیز باعث شد تا دید نهادهای حقوق بشری به این ولایت جهت داده شود. سال 95 سال تبدیلی مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان نیز بود. فرماندهان پلیس فرا، غور، نیمروز، هرات و بادغیس تبدیل شدند و در آخرین روزهای سال فرمانده زون 606 انصار در غرب افغانستان نیز تبدیل شد. و اما سالی که گذشت، ناامنی ها در حوزه غرب افغانستان تلفات سنگینی را به جای گذاشت. بر اساس آمارها در این سال بر اثر درگیری های مسلحانه، ماین های کنار جاده‌ای و حملات گسترده طالبان در بخش های مختلف این حوزه بیش از 1600 تن از مخالفان مسلح افراد ملکی و نظامی کشته شدند و بیشتر از 7700 تن هم زخم برداشتند. این سال برای طالبان خونین ترین سال خوانده شده است. در این گزارش ویژه بیشتر به تلفات درگیری های مسلحانه در حوزه غرب پرداخته شده است. سال 1395 سال خونینی در ولایت های غربی کشور. در این سال درگیری ها و آتش جنگ بیش از پیش شعله بر شد. بر اساس آمار آریانا نیوز که از گزارش های روزانه به دست آوردیم، نشان دهنده این است که در این سال 1670 تن در درگیری های مسلحانه، انفجار ماین های کنار سرک و رویدادهای ترافیکی جان باختند. در این میان طالبان با بیشترین تلفات در جریان درگیری های گوناگون خود با نیروهای امنیتی 1224 کشته دادند. پس از طالبان افراد ملکی هستند که بیشترین تلفات را در زد و خورد های مسلحانه، انفجار ماین های کنار جاده و رویدادهای ترافیکی داشتند. آمار کشته شده های افراد ملکی در این سال 300 تن است. نیروهای امنیتی که همواره در خطر هجوم و کمین مخالفان مسلح دولت قرار دارند، در این سال 136 تنشان کشته شدند. آمار همه زخمی ها در جریان درگیری های مسلحانه و رویدادهای ترافیکی در سال 1395 بیش از 7700 تن بودند. اما بیشترین آمار زخمی ها در این سال مربوط به افراد ملکی هستند. در این سال بیش از 7000 فرد ملکی زخمی شدند که درصدی بلندی از این افراد در جریان رویدادهای ترافیکی زخم برداشتند. اگر به طور وسط نظر اندازی بکنیم، در حدود 20 واقعه همروزه شفاخانه حوزوی ایراد شاهد پذیرش و ثبت راجستر مریضان حادثات ترافیکی بوده که تا فعلا هم در حدود اضافه از 100 واقعه مفوتی رویدادها را داشتیم که به خصوص در مسیر شارها به شکل کتلوی اتفاق افتاده بوده و احساس از اونها به شفاخانه انتقال داده شده. پس از افراد ملکی، طالبان بیشترین زخمی را دارند. در این سال 671 تن از افراد طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی زخم برداشتند.
81 تن از سربازان پلیس هم در سال 95 زخم برداشتند. اصول محاربات مسلحانه است که افراد ملکی و افرادی که در منازعات مسلحانه دخیل نیند، طرفین درگیر باید برای حفظ جان از اونا مسئولیت بگیرن و حمایت بکنن از اینکه تلفات ملکی، افراد ملکی و کسایی که در منازعات مسلحانه دخیل نیند تلفات نبینن. متاسفانه در افغانستان چنین چیز اتفاق نمی‌افتد. مخالفان مسلح بیشترین تلفات را در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در غرب کشور متحمل شدند. اما بیشتر این تلفات در ولایت‌های فراه و هرات بر گروه‌های مسلح مخالف دولت وارد شده است. از مجموع تلفات طالبان 595 تن در فراه و 358 تن در هرات کشته شدند. با این تجربه جدید و این رهبری و این تصامیمی که در رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه جدی با مخالفین برخلاف سیاست‌های آقای کرزی، ما بسیار امیدوار هستیم که در سال پیشی رو با حمایت‌های بیشتر سیاسیون و مردم افغانستان نیروهای امنیتی قدرت زیر پیدا می‌کنه که امنیت بهتر بسازه و شرایط سخت را برای مخالفین اعمال بکند. تلفات افراد ملکی و مخالفان مسلح دولت در سال 1395 نسبت به سال پیش بیش از 30% کاهش یافته است. شمار تلفات افراد ملکی در سال 94 360 تن و از مخالفان مسلح دولت 1676 تن بود. در شمار تلفات نیروهای امنیتی هم نسبت به سال پیش امسال بیش از 15% کاهش آمده است. اما رویدادهایی هم بود که در سال 95 خیلی خبرساز شد. از جمله حملات شدید و دوامدار طالبان بر شهر فراه و قرار گرفتن این ولایت در آستانه سقوط. درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در 2 کیلومتری مرکز فراه نزدیک به 1 ماه طول کشید. در این درگیری‌ها صدها تن از طالبان مسلح کشته شدند و هزاران فرد ملکی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. همچنان کشته شدن بیش از 30 فرد ملکی به خصوص کودکان از سوی داعش در ولایت غور نیز از دیگر خبرهای مهم امسال در حوزه غرب کشور بود. جان باختن قماندان قلردو 207 ظفر در جریان سقوط یک چرخبال ارتش نیز از سرخط خبرهای امسال بود. در کنار این، حملات گسترده طالبان بر شماری از ولسوالی‌های حوزه غرب و راه‌اندازی عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی به ویژه در ولسوالی شندند هرات همواره برای مخالفان مسلح دولت مرگبار بوده است. سال گذشته یکی از بازدستاوردترین سال‌ها برای نیروهای امنیتی در ولایت هرات بود. خوشبختانه دشمن حتی قادر به این نشد که یک وجب از جغرافیای ولایت هرات زیر تصرف خود قرار بگیره. این در حالی بود که ده‌ها توطئه و طرح تروریستی در سطح ولایت هرات از سوی نیروهای امنیتی ما قبل از انجام کشف و خونسا شد. حتی محموله‌های بزرگی که قرار بود اسلحه و مهمات به ولایت هرات به انتقال داده بشه و از او در حملات تروریستی استفاده صورت بگیره توسط نیروهای استخباراتی و کشفی ما ضبط شد. یک بار دیگر باید یادآور شد که این آمار بر پایه اطلاعات مسئولان امنیتی در گزارش‌های روزانه تلویزیون آریانا نیوز در هرات گردآوری شده است. با همه اینها، باشنده‌های حوزه غرب کشور به ویژه مردم هرات نگران افزایش درگیری‌ها در سال روان هستند. این شهروندان از دولت می‌خواهند که برای سرکوب هراس افکنان و حفظ جان مردم ملکی تلاش ورزند. سال 1395 در حوزه غرب کشور برای زنان هم خوشایند نبود. در این سال 1000 بانو در غرب افغانستان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار گرفتند. آنگونه که مسئولان می‌گویند حدود 70 بانو از این 1000 تن جان باختند. و باور مقام‌های محلی در این حوزه شکل خشونت‌ها در برابر زنان نسبت به سال‌های گذشته فجیع‌تر بوده است. همکارم فتانه فرهود به گونه ویژه وضعیت زنان در حوزه غرب را دنبال کرده است. خشونت در برابر زنان همچنان به عنوان یک چالش جدی در غرب افغانستان محسوب می شود. گزارش های سال 95 نشان داد که زنان بر سر کوچکترین اشتباه یا اختلاف نظر با اعضای خانواده به شکل بدی به قتل رسیدند.
بر اساس آماری که تنها اداره امور زنان در هرات به ثبت رسانده، حدود 500 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. خانم جمشیدی میگوید آمار قتل بانوان در هرات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تعداد از اینها طی مراحل شده دوسیه‌های از اینها و تا رسیدن به محکمه و حکم نهایی و یک تعداد دیگه هم هنوز تحت پروسیس و تحت جریان دوسیه‌های از اینها که انشاءالله با سرعت کار پیش میره. خشونت علیه بانوان در هرات نگرانی مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعالان حقوق زن در این ولایت را نیز برانگیخته است. ما وقتی که از خشونت صحبت میکنیم، وقتی که از نقض سری حقوق بشری صحبت میکنیم، وقتی که از قتل انسان ها صحبت میکنیم، ما این نگرانی است. ولو که این قتل یکی باشه، برای از اینکه انسان ها حق دارن که به صورت طبیعی زنده باشن. اما حالا مسئولان در اداره سانوالی منع خشونت علیه زنان در ولایت هرات خبر از کاهش قتل‌های ناموسی در این ولایت را می‌دهند. آرزو مولوی زاده مدیر اداره سانوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در اداره سانوالی این ولایت می‌گوید در حدود 222 واقعه در ادارهشان به ثبت رسانیدند. در سال گذشته ما 265 قضیه داشتیم که تحت رسیدگی اداره قرار گرفت و امسال ما 222 واقعه داریم که در کل می‌تونیم بگیم که کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه اوزوی هرات نیز میگویند از شروع سال تا حالا در حدود اضافه از 750 واقعه اقدام به خودکشی در این مرکز صحی به ثبت رسانیدند که 80% بانوان هستند و 41 واقعه منجر به مرگ شده که در نواحی مختلف شهر با استفاده از فیر مرمی و لاتکوب به این شفاخانه به ثبت رسیده است. امیدوار هستیم که سال پیش رو سالی باشه که در این گراف حادثات ما کاهش قابل ملاحظه‌ای رو نما باشه و واقعا ارگان های زیرفت اینجوها و نهادهای مدافع از وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان به خصوص اشخاصی که میخواین کمک بکنن برای جامعه و به خصوص برای جوانان پلان انکشافی روی دست بگیرن تا اینکه بتونیم این گراف آمار ما در سال پیش رو ان شاءالله تقلیل پیدا بکنه و به شفاخانه به ثبت برسه. و اما در ولایت‌های همجوار هرات آمارها رقم دیگری دارد. در ولایت فرا بیش از 160 قضیه خشونت به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سطح محرومیت زنان بیشتر شده است. دو عامل عمده که باعث این خشونت ها میشه در خود ولایت فرا، یکی فقر اقتصادی خانم‌های خانواده است و ضمناً عرف و عادات ناپسندی که در جامعه حاکم است، خصوصا در ولسوالی ها. در ولایت کوهستانی غور نیز زنان با چالش های زیادی روبرو هستند. به همین ترتیب وضعیت بد زنان در بادغیس و نیمروز نیز نگران کننده است. زرغون شیرزاد رئیس امور زنان این ولایت میگوید آمار قتل و خودکشی زنان در این ولایت تکان دهنده بوده که امسال نیز به تعداد 140 قضیه در ادارهشان به ثبت رسیده است. آمار خودکشی در ولایت بادغیس سر نویسان می باشه، یعنی گاهی برجا می شه که تعداد آمار خودکشی افزایش ما نمیتونیم که بگیم کاهش یا افزایش. در تقریبا 125 قضیه داشتیم، مگر در امسال 163 قضیه ثبت رجستر داشتیم که شامل قتل و خودکشی هم میشه. با اینکه ادامه این خشونت ها نگرانی های زیادی را به همراه داشته است، اما حالا افزایش قتل بانوان در غرب افغانستان بیشتر از هر زمانی بر این نگرانی ها افزوده است. با این همه جدا از چالش‌های امنیتی و دغدغه‌های بیکاری، چگونگی اقتصادی ولایت‌های حوزه غرب کشور در سال 1395 همراه با امیدواری‌ها بود. افتتاح پروژه بند سلما و شروع کار خط آهن خاف هرات باعث خوشنودی هراتی‌ها شد. در فرا شروع کار دیزاین بند بخش‌آباد و در نیمروز ادامه روند کار بند کمالخان و چندین سد کوچک آبی دیگر برای باشندگان این دو ولایت سال پردستاورد خوانده شده است. اما در غور و بادغیس همچنان پروژه ها متوقف ماند. در این گزارش به مهمترین برنامه های اقتصادی حکومت در حوزه غرب کشور پرداخته شده است.
در آغازین ماهای سال 1395 افتتاح سد دوستی افغان هند یا سد سلما در هرات با حضور مقام های بلند رتبه دو کشور بزرگترین پروژه زیربنایی اقتصادی بود که پس از سالها انتظار کلید خورد. هندی ها روی این سد بزرگ آبی $300 میلیون هزینه کردند. بالاخره خواب باشندگان هرات به حقیقت بدل شد و حالا از برق و آب آن هراتی ها استفاده می کنند. بند دوستی افغانستان و هند آغاز سلسله از بندهای آبگردان است که ساخت آن را آنها را روی دست داریم تا دیگر ولایات ما نیز هم برق داشته باشند و هم آب و هم نان و کار. خیلی تشکر از شما جناب رئیس جمهور برای دعوت از این جانب و برای نامگذاری این بند به عنوان بند دوستی افغانستان و هند. ما حقیقتاً در برابر روح خیرخواهی و بزرگواری افغانها احساس تواضع میکنیم. طی سالی که گذشت همچنان بخش سوم خط آهن خاف الی هرات با حضور مقامهای بلندپایه دو کشور رسما افتتاح شد. خط آهنی که با تکمیل شدن آن تحول بزرگی را در قسمت اقتصاد حوزه غرب به وجود خواهد آورد. مقامها در مراسم افتتاح این پروژه گفتند این خط آهن باعث همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای می‌شود. قطعه سومش که قبلا هم کارهای اساسی و تعدادش تکمیل شده، فقط امروز ما شاهد ریلگذاریش بودیم که به طول 62 کیلومتر است که انشالله هم آغاز شده و از خود سرحد انشالله ادامه پیدا خواهد کرد تا قریه روزنک. راه آهن مهمترین ویژگیش اینه که هزینه ها رو میاره پایین، به صورت مشخص هرات رو وصل میکنه به بندر عباس و از طریق دیگه هرات رو وصل میکنه به کشورهای آسیای مرکزی و ترجمه این کار اینه که فرصت های بیشتر در منطقه فراهم میشه. اما غور و بادغیس در حوزه غرب کشور همانند سالهای گذشته از دید حکومت دور ماندند. بادغیسی ها که سالهاست منتظر انتقال لین برق ترکمنستان به این ولایت هستند و همچنان چشم انتظار ختم کار سرک حلقوی بودند، هیچ کدام از این دو پروژه بزرگ کار نشد. در غور هم بند برق پوزلیش در اوائل امیدواری ها را به غوری ها آورد، اما در اخیر سال 95 گفته می شود بار دیگر روند ساخت این بند متوقف شده است. مشکلاتی که بین شرکت روس الکتریک و شرکت دیگه ای که تازه آمده قرارداد کرده، مشکلاتی وجود داره که کاری از این بند به تعویق انداخته. در رابطه با کانترکتور مشکلات داشتیم، اما مشکلات به این شکل نبوده که به رسانه ها رسیده که بحث در رابطه با قیمت وجود داشته باشه. قیمت هم چیزی که تثبیت شده بیشتر از $15 میلیون و کار تحکیم کاری تونل به زودی شروع میشه. در فرا که همه نگاه ها به تنها سد بزرگ آبی بخش‌آباد است، هنوز با مشکلات جدی روبروست. طی سال 95 کار دیزاین این بند شروع شد، اما فراهی ها خیلی به تکمیل شدن این بند امیدوار نیستند. اما در این ولایت کمک چند میلیون دلاری عرب ها برای ساخت میدان هوایی و ده ها پروژه انکشافی دیگر تا حدودی توانست رضایت مردم را حاصل کند. زیربنای کارو که مثلا دی بخش آباد پروژه اونده ده، دی جیو تکنیک و توپوگرافی کاری روانده، سرک دی بخش آباد و چه سرویس و خلاص و دی ترسنگ مثلا دی شفخانه پروژه ده چه انتقالی پروژه ده، دی میدان هوایی پروژه ده، دی تورت دی ریگی پول پروژه و چه تکمیل است. و در نیمروز آغاز کار بند بزرگ آبی کمالخان، کار ساخت کانال خوابگاه در این ولایت از مهمترین پروژه های اقتصادی این ولایت خوانده می شود. هنوز هم کار روی این دو پروژه اقتصادی ادامه دارد. والی نیمروز گفته سال 95 روند تطبیق پروژه ها برای این ولایت خوب بوده و نیمروزی ها را به آینده امیدوار ساخته است. ما تانستیم یک انکشاف متوازن در تمام ولسوالی ها کرد. مثلا ولسوالی دلارام، اعمار مکاتب، اعمار مساجد و کلینیک ها، در خارفوت اعمار کلینیک ها و مکاتب، در چخانسور اعمار مساجد، کلینیک و بعضی پروژه آبر شمیدنی و سرک. همین اکنون سروی سرک در چخانسور ختم شده که ما میخواییم را پیر بکنیم. اما با این همه وضعیت اقتصادی مردم طی سالی که گذشت چندان خوشایند نبود. شهروندان در غرب کشور بیکاری را بزرگترین سد دانستند
به گونه ای که آمار غیر رسمی نشان می دهد بیش از 70,000 تن بیکارند. آگاهان اقتصادی و این باورند که طی این سال بیشتر کارها زیربنایی بوده، اما برنامه بالفعل اقتصادی نبوده که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. فعلا ما درگیر اشتغال زاییم، بیکاریم، کاری که باید بشه نشد. در قسمت مسئله پول، در قسمت ارزش معادل پولی افغانستان که از ابتدای سال تا رقم دلار تقریبا 20 مال سال مالی 20 افغانی بالا رفته، این کارهایی که ما بالفعل نتونستیم کرده، اما اگر قرار باشه راندمان دازی در آینده بگیریم، اما بحثایی بود که همراه شما خود شما صحبت کردیم، کارهایی که آینده میتونه تاثیر گذار در اقتصاد در عمر اقتصادی ایراد به خود و جنوب کار باشه. با این همه کار پروژه های بزرگ اقتصادی در حوزه غرب دور از چالش های امنیتی نبوده. ناامنی ها هر از گاهی روند ساخت این پروژه ها را متوقف ساخته است. مردم انتظار دارند که سال نو خورشیدی برنامه های اقتصادی وضعیت کنونی را تغییر دهد. ممنون از این که همراهی ایمان کردید. این بود برنامه گزارش های ویژه ما که همکاران ما از رویدادها، دستاوردها و تحولات سال گذشته ترتیب کرده بودند.